به گزارش ایونا فضای دانشگاه بهترین و مطلوب ترین فضای ازدواج را دارد در شهر خودمان برلین برخی از بینندگان پس از تماشای برنامه حقوقی هفته گذشته تلویزیون یک نه فقط ازدواج عجولانه را دلیل عدم موفقیت در ازدواج خواندند بلکه از دختران ایرانی خواستند تا در شناخت مرد آینده خود دقت بیشتری مبذول دارند خانم سین میگوید همه چیز سریع گذشت من نمیدانستم که همسرم الکلی و قمارباز است خانم می میگوید همسرم دست بزن داشت به همین خاطر از دستش فرار کردم خانم ف میگوید همسرم در موقع خواستگاری دروغهای شاخداری گفته است که امروزه هیچ کدام صحت ندارند برنامه حقوقی امروز به رنگ دیگری از زندگی مشترک در خارج از کشور میپردازد توجه فرمایید آقای رامین لینگنا وکیل دادگستری در دارگاه آلمان امروز در استودیوی تلویزیون یک هستند چرا به این خاطر که بحثی که در هفته قبل در مورد طلاق ازدواج بجد در گرفت هنوز به طور کامل به پایان نرسیده و ما منتظر باز هم نظریات دوستان هستیم خواهش کردم که ایشون بیان و به سوال دیگری پاسخ بدن سلام عرض کنم سلام <تصفح> سلام <تصفح> یادم بره سلام کنم. <تصفح> اصلا که آقای لینا من یک جوانی رو دیدم حدود 23 ساله تعریف میکرد که ازدواج کرده رفته ایران ازدواج کرده خانمی رو به اینجا آورده البته این موضوع ممکنه خیلی غمگین باشه غمنگیز باشه ولی من ازدواج میخوام که تعریف کنم و که با واقعیت باید کنار رفت از واقعیت نباید فرار کرد این آقا پسر با یه دختر خانم ازدواج میکنه دختر خانم میاد اینجا صاحب فرزند میشن ام. بعد از مدتی دختر خانم گویا با دوست شوهرشون روابط برقرار میکنن و این آقا متوجه میشه و میخواد میره طلاق میده طلاق میده بلافاصله از طرف پلیس اون اقامتی که اینا داشتن این اقامت اینا گرفته میشه و دولدونگ بهشون داده میشه یعنی که اینها دیگه اون اقامت سابق رو ندارن حالا اون چی که داستان های دیگری هست که اون خانم بعد ها چه کاری کردن چقدر اذیت کردن چهل و دو بار انسایی از پلیس برای این جوان فرستادن و من نمیدونم جوان رو من دیدم دیدم جوان آرومیه من نمیدونم ممکن نباشه بجد این مسئله میخوام بگم که سوال من فقط نه در مورد دیگه نیست فقط در این مورد که آیا این آقا و این خانم میتونن دوباره اقامت خودشون رو بگیرن دوباره آفنتات الاب نیست بگیرن دلدنگ رو پس بدن وقتی آمدن اینجا ویه اقامت گرفتن آخه شوهرش یا همسرش اقامت در آلمان داره یا آلمانی هست ورم از اول اقامت گرفتن آخه با هم بودن با هم بودن وقتی اما جدا شدن ورم این اقامت از اونا وعی میدارن وقتی کمتر از دو سال اینجا زندگی کرد و با هم بودن وقتی بیشتر از دو سال زندگی کرد برم هم, هم تمدید میکنن و وقتی درآمدم بعد از اولین سالم خودش میتونه درآمدش داشته باشه برام هم همش هم تمدید میکنن این اقامت یعنی وقت... هم خانم و هم آقا هر دوتاشو. یه نفر که بعد اقامت داشته باشه یا آلمانی بعد باشه که اون یکی اون یکی, یکی نفر اقامت اصلا بگیره بله،, بله حالا یه سوال دیگه خب میدونید که دوستان بعضیا دو تابعیت هستن هم پاس آلمانی دارن هم پاس ایرانی دارن اینها میرن در ایران ازدواج میکنن و بر میگردن اینجا این مشکلات دوباره همین شروع میشه بلکه میخوام ببینم که اگر طلاق گرفتن از هم چون به اتکای آلمانی بودن این آقا اون دختر خانم تونسته بیاد به اینجا و تشکیل خانواده بده حالا که اصلا دارن جدا میشن آیا دولت آلمان اقامت اون خانم رو خواهد گرفت الان که گفتم آره وقتی عمرن اینجا و طلاق گرفتن بعدا میتونه دولت آلمان این اقامت ازش برداره اما وقتی بیشتر از دو, دو, سال زندگی زندگی نه وقتی بیشتر از دو سال اینجا زندگی نه وقتی بیشتر از دو سال اینجا زندگی کردم با هم بعدم اقامت تمدید میکنن وقتی اول بار با یک سال تمدید میکنن وقتی بعد از این یک سال هم داره بعد هم بیشتر هم تمدید میکنن وقتی بله. کمتر از دو سال باشه تمدید نمیکنن بعدم و میدارن ازش آخه میگم کمتر از دو سال بود قانون نوشته دو سال دو سال بعد اینجا با هم زندگیکنن بعد بله. هم تمدید میکنن خیلی این راه های قانونی بود که آقای رامین لینا گفتن ولی این راه های زندگی هم اجازه بدین که یه جمله من بگم و اون اینکه جوانای عزیز اگر میخواین ازدواج کنید حتما دقیقا سعی کنید که اون کسی رو که انتخاب میکنین برای زندگی آیندهتون بشناسید حداقل این نمیشه که شما سرتون رو به پایین بندازید وارد خانه بشید و, و ازدواج کنید دختری رو بپسندید و داری دونبک راه بندازید و بعدم با این همه مشکلات و تیر روزی در یک کشور آلمان در یه کشور دختر غریبه مواجه بشید از جناب تشکر می کنم امروز در رسیده بودید تشکر خیلی ممنون خداحافظ